رضا غیبی روزنامه‌نگار اقتصادی همراه ما هستند. یکی از در واقع میشه گفت بهانه های دولت برای افزایش قیمت ارز دولتی و کالاهای اساسی گفته میشد که تضمین پایداری عرضه کالاست، ولی در عمل این کمبودها داره اتفاق میفته و البته افزایش قیمت ها. ارزیابی شما رو بشنویم. ادعایی که مشخصا دولت و رئیس دولت پزشکیان بارها مطرح کردن که میخوان یک ثباتی ایجاد بکنن، چه در حوزه تولید و چه در حوزه عرضه و تقاضا. اما عملا آنچه که اتفاق میفته اینه که ما هر روز شاهد افزایش قیمت ها هستیم. تورمی که مرکز آمار برای مهر هم اعلام کرد نشون داره میده که روند قیمت ها در بازار برخلاف آنچه که وعده داده شده بوده هست و افزایش قیمت ها در تمام حوزه ها داره کماکان رخ میده. در کنار این همون نکته کمیاب شدن کالا هم وجود داره. ببینید، کمیاب شدن کالا صرفا به خاطر تولید نیست. در برخی مواقع مثل همین موضوع کره که این روزها خبرساز شده، همین افزایش نرخ ارز باعث ایجاد جذابیت برای قاچاق و یا صادرات این کالا میشه و خب تولید کننده یا واسطه ها اقدام میکنن محصولات تولید داخل رو یا قاچاق میکنن یا صادر میکنن که درآمد ارزی بیشتری داشته باشن. ضمن این که اون حوزه تولید هم به واسطه عدم تخصیص به موقع ارز و واردات مواد اولیه با مشکل مواجه است. اعلام شده که تولید کره از 15 تن در ماه به 3 تن رسیده. خود این یک کاهش شدید رو در حوزه تولید نشون میده و اون اندک میزانی هم که تولید میشه داره صادر میشه. بنابراین این که وعده میدهند برای ثبات عرضه و تقاضا حداقل دارن یک سری اقداماتی انجام میدن، صرفا یک صحبت روی کاغذ است و در عمل اقتصاد در شرایط بسیار بحرانی قرار داره، هم در بحث تأمین ارز هم در بحث تأمین مواد اولیه. اگر ارزی باشد تأمین مواد اولیه هم مشکله و هم در حوزه تولید که داره فشارهای بسیار زیادی بهش وارد میشه، از افزایش هزینه‌های جاری گرفته تا هزینه هایی که دولت همین روزها به واسطه افزایش قیمت برق به صنایع تبدیل کرده. تمام اینها خودش رو در قالب افزایش قیمت تمام شده نشان میدهد، نشان خواهد داد و در آینده هم این روند کماکان ادامه داره. این گونه نیست که ما فکر کنیم اینجا تا امروز نوسان نرخ ارز یا هر سیاستی که جمهوری اسلامی داشته مثل مناقشه و جنگی که با اسرائیل شروع کرده تأثیرش رو همین الان گذاشت و پایانی بر افزایش قیمت است. این گونه نیست و افزایش قیمت ها کماکان در همه حوزه ها ادامه دار خواهد. و از همین حالا یه پیشبینی های شده درباره گرون شدن قیمت برخی اقلام مثل مرغ در سال آینده، دلایلش هم اعلام شده. آیا باید این هشدارها رو در واقع شامل محصولات دیگه و کالاهای مصرفی مردم هم دونست؟ فراتر از کالاهای مصرفی مردم به نظر من این اتفاق رخ خواهد داد. یعنی تمامی کالا و خدماتی که مردم بهش نیاز دارن این افزایش قیمت رو تجربه خواهد کرد. دلایل مشخصی هم داره. یک، دولت سیاست تکنرخی کردن ارز رو در پیش گرفته و در نرخ ارز دولتی رو داره افزایش میده. برای سال آینده اعلام کرده نرخ ارز ترجیحی 28500 تومان نخواهد بود و همین افزایش قیمت منجر به افزایش قیمت تمامی کالاهای اساسی خواهد بود، اونهایی که ارز مرجع میگرفتن. برای سال آینده خب اقتصاد بودجه‌ای که در کشور بسته داره میشه بودجه جنگی هست، بنابراین فشار به سایر بخش‌ها خواهد آمد. بحث افزایش درآمدهای مالیاتی هست، این هم یک فشاری رو وارد خواهد کرد به حوزه تولید. بنابراین ما در حوزه کالا و خدمات این ابهام رو داریم که سال آینده مشخص نیست به چه میزان افزایش رخ خواهد داد. اما اینکه افزایش قیمت رخ میده قطعیه و در کنار این تمامی این عوامل اقتصادی که در ایران میشه شمرد و بسیار زیاد هستن، عوامل بیرونی هم داریم. مثلا انتخابات چند روز آینده ایالات متحده در صورت بازگشت دونالد ترامپ، سیاستایی که میتونه اتخاذ کنه شدیداً اقتصاد ایران رو متاثر خواهد کرد، یا صحبتهایی که داره انجام میشه مبنی بر حمله دوم اسرائیل به جمهوری اسلامی یا پاسخی که جمهوری اسلامی در تدارک اون هست، خود این هم میتونه تاثیر بگذاره و افزایش قیمت‌ها و شتاب بده این روند رو. بنابراین ما میتونیم فقط بگیم
اقتصاد ایران در شرایط بحرانی قرار دارد، افزایش قیمت‌ها پایانی برش متصور نیست، این روند کماکان ادامه خواهد داشت و سیاست‌ها و واکنش‌هایی که کشورها به سیاست‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی نشون میدن یا رفتار جمهوری اسلامی در داخل فقط میتونه این روند رو تسریع بکنه و شتاب بده به افزایش قیمت‌ها. متشکرم. رضا غیبی، روزنامه‌نگار اقتصادی.